بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 کنترل پینل در ویندوز 7 است و موضوع درس امروز ما بالای چی است؟ بالای فولدر آپشن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ویندوز که آره پرس میکنیم میریم در کنترل پینل، یعنی بطن یا آپشن را که میبینین به نام فولدر آپشنز است. از طریق فولدر آپشنز شما میتونین که انواع از طریق فولدر آپشن ما شما میتونیم که انواع پالیسی ها را بالای یک فولدر وضع کنیم. بالای یک فولدر باشه، یک فایل باشه، یا نحوه سرچ کردن یک فایل یا یک فولدر را بفهمیم. فهمیده شد؟ از چی استفاده میکنیم؟ از طریق فولدر آپشن. بخش خود فولدر آپشن که هست، اگر ما خواسته باشیم که فولدر آپشن از طریق شارکت واس کنیم، شارکت فولدر آپشنز از هر میتودی که باشه تایپ ان رن درن و چی نشه کنیم فولدر فاصله چی نه کنترل فاصله فولدرز کنترل فاصله فولدرز به خاطر باز کردن آپشن کنترل که چی به کار میره فولدر آپشن. چطور ویندوز که آره بالا میکنین، من مثالی را قسمت کلوز میکنم، کنترل برازی تایپ میکنم، یک سپیس میکنیم فولدرز انتر میکنیم. چی خدا دیسپلی کرد؟ فولدر آپشن. یا مثال ما شما دیگه ضرورت بار نداشته باشیم به آدرس کنترل پینل مراجعه کنیم، میگیم یک شارکت داشته باشه کمیش از شارکت از استفاده کنیم، رایت کلیک میکنیم، چه میگه میره؟ کریت شارکت. زمانی که شارکت از ایجاد میشه در کدام جا ایجاد میشه؟ در صفحه دسکتاپ. زمانی که کلوز میکنین این شارکت فولدر آپشن که در کدام جا ایجاد شد؟ در صفحه دسکتاپ ایجاد شد. این میتودای باز کردنش بودی. از زمانی که شما به مای کامپیوتر هم که مراجعه میکنین در این قسمت تولز بین بالای فولدر آپشن که ببینین هم از اینجا چی هستن، یعنی قابل دسترس است که ما اینو بتونیم اکسس کنیم یا باز کردش بتونیم. خب از هر میتودی که میشه استفاده میکنیم. من میرم اوپن. همیش فکرتون باشه که در اولین مرحله که ما میخوانیم کدام بخش میخوانیم؟ بخش جنرال. جنرال چی معنا میده؟ عمومی معنا میده. آپشن اول از چی هست؟ میگه open each folder in the same window. ویندو چی معنا؟ ویندو با معنای پنجره، صفحه. سیم که هست مشابه است. چی میگه؟ میگه هر فایل یا فولدر را که باز میکنید در بین یک ویندو یا یک پنجره باز کن. چطور؟ مثال ما در مای کامپیوتر آمدم، رفتم به درایو سی. سیسنه ما آمدم در درایو سی، بخش چی را انتخاب کردم؟ ویندوز. سعی کنید یک ویندو هست یعنی فلان اینمی ای خو یک ویندوز. اگر کسی ما مثال بخش کارسر آواز میکنه ویندوی قبلی هست اینجا نیست، اونم گفته در داخل یک ویندو یا ویندوی که همسان یا مشابه از در داخل از همو بازش کن. آپشن اول خفا میدن که چی میگه؟ به خاطر باز کردن هر فایل فولدری که باشه در داخل یک ویندو به کار میره، او را که باز کرده میره نونم یک ویندو هست. آره چی میگه؟ open each folder in the in its own window، یعنی هر فولدر در یک ویندوی خاص یا یک پنجره جداگانه برای ما باز کن. سعی کنین اینجا ای دو دانه میشه عکس شبی بینین. حالا اگر ما مثال من به درایو سی مراجعه میکنم، سعی کن چند دانه شد؟ دو دانه. اگر بهم فکر کو فولدر ویندوز باز کنم چند دانه شد؟ سه دانه. خود حالا سه ویندو باشد. اگر به این فولدر سی سی رو باز کنیم چند دانه شد؟ کدام اپشنش بهتر است؟ اولیش خوبتر است. اولیش چی خوبتر است؟ به خاطر که ما را جنجال در جریان یکی را کلوز میکنیم نمیتا و نحوه کار خود ما بهتر به صورت منظم تر بفهمیم. ایرام کلوز میکنیم، پس من ایرام کلوز میکنم، ایرام ایرام زمانگیر است برای من. پس یه اپشن اول که تک مارک میکنم، سگی ویندوی که در پیش روی آمده خود پاس میکنه اپلای کن. یک دانه شده نال یا نه؟ فهمیده شد تفاوت از این دو دانه که چی تفاوت داشتن؟ کلیک آیتمز از فالو. آیتمز چی هست؟ اینی هران چی داره که ما شما داری صفحه دستاب در داخل لوکال دسکا میبینیم، فایل باشه، ویدیو باشه، آدیو باشه، پروگرام باشه، یک آیتمز هست. چه میگه؟ از قسمت پایین شروع میکنیم به طرف بالا میریم. میگه double click to open an item single click to select.
دبل کلیک وظیفه شی است همیش فکرتان باشه که در دبل کلیک دو گپ است. مثال در چی؟ در قسمت دبل کلیک. دبل کلیک چه معنا؟ یعنی دو مرتبه کلیک میکنی. کلیک اول به خاطر چی است؟ اینجا برات میگم که فرست کلیک، فرست کلیک. کلیک اول به خاطر چی است؟ به خاطر سلک کردن چی است؟ یک آیتم است. با چی معنا؟ فعلا پوینتر ما بالای کامپیوتر بردم یعنی این فعلا عادت سنگل کلیک است. رایت کلیک میکنم میره چی میکنم؟ باز میکنم. در کلیک دومی یا سنگل سکند کلیک شما چی میکنین؟ یک آیتم سا اوپن میکنین. فهمیده شد؟ میره میمونم. متوجه باش بایی سایکو دابل کلیک. کلیک اول چی میکنه؟ انتخابش میکنه. کلیک دوم چی میکنه؟ بازش میکنه. یا مثال در داخل درایو سی میین میبین؟ بالای اوریکل دو حالا فعلا در حالت انتخاب است. دبل کلیک کو باز شد. کلیک اول انتخابش میکنه، کلیک دوم چی میکنه؟ باز میکنه. آره چی وظیفه داره؟ میگه سنگل کلیک تو اوپن ان آیتم پوینت آن. فعلا این وظیفه ازی به شکل دبل کلیک است. ما میگم نه، به اساس یک کلیک زمانی که ما میکنم یک کار ما باید هم کلیک اولی هم کلیک دومی باید اجرا کنه کاره. این اپلای کو اپلای که کردی ببینیم برای مای کامپیوتر فقط یک کلیک میکنم. باز کرد خدا. بالای درایو سی یک کلک، بالای فولدر پروگرام فایلز یک کلک. فهمیده شد؟ یعنی ای چی وظیفه اجرا میکنم؟ بعض اوقات که شما میخواین که یعنی از دبل کلک دیگه استفاده کسا میکنه، میگن با یک کلک هر کار ما باید اجرا شوه. یک کلک است، هم فایده خدا داره هم نقص خدا داره. اسپید کار شما را بیشتر میکنه، سرعت کار را بیشتر میکنه، بهترین کارا را یعنی در اندکترین زمان اجرا میکنه. و بعض اوقات که اگر مثال شما احیانا پوینتر ماوس بالا یک بخش که به اون بخش مستقیم واز میکنه، مثال بالای فولدر آپشن میه ایره واز میکنه، یا مثال بالای مای کامپیوتر میره ایره باز میکنه، جنجالی میشه برام. سیسنه فایده شی است که کار با خوبترین طریقه انجام میده، یعنی وقت کمتر به مصرف میرسانه. نقصه که داره بالای هر بخش که بره کمی کلیک شما که صورت بگیره و بخش برتان واز میکنه، در صورت که شما بعض اوقات از کنترل یوزر خارج هم میشه. این رفا میده که چه میکنه؟ سنگل کلیک به خاطر ای که خواسته باشیم هر بخش با یک کلیک باز کنیم، سنگل کلیک انتخاب میکنیم. میگن در لاین I can titles consist with my browser. متوجه باش زمانی که اینی پوینتر ماوس بالای فولدر آپشن به حساب که یک اندرلاین بخواد گرفت یا نه، در پایین چی مفته؟ یک لاین مفته، یک خط مفته. سایکل نوت پاد پلاس پلاس اینی جا متوجه باش. اما علامه کلک هست اینمی جاک خط افتیده دگر اجدا خط نه. از اینجا برای این بیاین مثال در داخل درایویسی سایکل بالای ویم بیار. فهمیده شد؟ خط میگیره. این وظیفه از چی هست؟ یعنی زمانی که شما پوینتر ماوس بالای هر بخش که میبرین، هر بخش را که انتخاب میکنین چی میگیره پایینش؟ یک خط میگیره، یک اندرلاین میگیره. ایره پاس میکنیم، ایره فهمیده که چی میکنه. Underline icon titles when underline icon titles only when I point them. ببین خب آپشن اولی یک دلیل دیگه هم داشت. فعلا کلاژی در کلوم حالت از دمیروی سفید استاب کلاژ در حالت اندرلاین است. هر آیتم زیرا که شما داری سفید استاب میبینین این قسمت شانا متوجه باشین یک خط است. دیده میشه؟ چاوکی آخر مکمل. اگر در داخل درایو سی میرین چی؟ هست اینجا؟ خب اگر این را امی به شکل اکسترا لارج آیکن ببینیم، میبینین این خطا را در این قسمت؟ فهمیده شد؟ اینمی چی نامیده میشه؟ بنام اندرلاین نامیده میشه. آپشن اولی هر آن چیزی که در داخل هر درایو که باشه چی میکنه پایین از دوره؟ یک لاین مندازه. آپشن دوم برعکس اولی کار میکنه. ماوس زمانی که نزدیکش میبری خود اندرلاین میکنه. اپلای کو ببین برای اشتمل پت آوردم چی کرد خودم؟ یک اندرلاین گرفت. از این بیرون میشم زرات از مثال اگر یکی از لوکل دسکار آواز کنیم مثال پی آی چی از خود گرفت؟ یک اندرلاین گرفت. فهمیده شد؟ اکثر صاف فرق میکنه. این رخ فهمیدی که چه میکنه. پس پایین میم دبل کلیک تو اوپن ان آیتمز. دبل کلیک چی معنا؟ حالا سوالات سنگل کلیک دیگه خلاص شد. اینه دو آپشن ها مربوط چی میشد؟ سنگل کلیک میشد. اپلای کو اوکی کو.
Dar double click, click avari ce vazifa daști, click de ome, click avari ce vazifa daști? Click avari, am نه. انتخابش میکنه سوال دیگه. آفرین. ببین انتخاب چی منو. ما برای زینه میبردم میرخم انتخاب کردم. انال رایت کلیک میکنم میگه میره برام باز کن. سایس. حالی خنافیش به شکل بود یا به نمی شکل اینه پایین تر که بالاش ببرید دبل کلیک کلیک چپ دو مرتبه فشار بده. فهمیدین وظیفه شا؟ خواهمش فکرتان باشه. استفاده که میکنین در حالت دبل کلیک قرار بدین. فهمیده شد؟ اینی جا چی هست؟ سوال فولدرز. این چی وظیفه داره خوب متوجه باشین. ما این با درایو سی ما زمانی که این قسمت کلیک میکنم فایلایی که داری سفید حساب یا فولدرایی که داری سفید حساب یا آیکنایی که داری سفید حساب از در اینجا برای من کامپیوتر لیستش میکنه کرده؟ نکرده از این ما پس بیرون میشم شو آل فولدرز این زمانی که شما اپلای میکنین من در داخل امی مای کامپیوتر زمانی که ما شما میم این علامه مثلث شا کمی کلیک میکنی بالاش ببین این هم زمانی که کلیک میکنی نمیکنی مشکل نیست خواهی اینی جن یوزر صرف راسایل بین مستقیم صفحه حساب برای دین جاورد یعنی فهمید این وزیفه سیده؟ اینی آپشن زمانی که تک مارک باشه چی وظیفه را اجرا میکنه در این لیست ما کمیتر ما از اینجا کار کرده میتونیم او فایلا یا او ایتمز هایی که در این صفحه حساب موجود هستن ما میتونیم از اینجا چی کنیم وارا؟ ببینیم بالا از قسمت کلیکو برو در این صفحه حساب اینه او فایل هایی که در این سفید استاب چی هستن؟ موجود هستن این رخ فهمیدی اگر این رو پاس کنم اپلای کنم اوکی کنم آلا بیا مای کمیتر رو باز کن اصلا امی جو یوزر صرف راسایل کامره بود؟ نیست فهمیدین عدف شد و فکرتون باشه که اینجا که ما شما زمانی که من دبل کلیک میکنیم اینی آپشن اول قد آپشن دوم کاملا ارتباط نزدیک داره چی هست؟ ارتباطشون نزدیک است اولی خبرت اونمو فایلی که مربوط به یک یوزر که هستن مستقیم برای چی میکنه لیستش میکنه اپلای ببین اینجا یوزر صرف راسایل به وجود آمده نه میره پاس فایل شکم که کمتر کنم اینجا اینال من این قسمت دیر زمانی که کلیک میکنم مستقیم مشخصات روی سفید استاپ اینجا برای ما لیست کرده نه ما اینجا پاس کلیک میکنم میگم در روی سفید استاپ چی هست اینی نو بطن ها دیجا به وجود آمده اینی بطن هایی که به شکل علامه مثلث مانند است به وجود نامده اکسپاند چی معنا اکسپاند به معنا زمانی که یک فایل در داخلش خران چیزی که هست اکسپاند زمانی که میکنی خود باز میکنه سیسنه نشان میده آلی رو چی کو اکسپاند کو برا ما اپلای کو اوکی کو آلا اگر زمانی که شما اینجا میین ببین بالای سفید استاب ما شما یا بالای از قسم زمانی که میین شما کلیک میکنین اینجا هر بخش ببین مستقیم برای اینجا لیست میکنه هر جای داخلی خود یعنی فهمیده شد اکسپاند میکنه برای شما چی میکنه او رو بردار میکنه یعنی نشان میده که در داخل از یا چی موجود است فهمیده شد غیر فعالش میکنه پس ریستور دیفالت چی میکنه ریستور دیفالت چی معنی یعنی هر نوع تغییرات که یوزر در نمی لیست جنرال آورده باشه هر قسم تغییرات که باشه ریستور دیفالت با کدام حالت پس میره حالت اولی میره فهمیده شد؟ آره نوبت چی رسید؟ ویو رسید دا ویو پس من در کدام مثلا شارکر فولدر آپشن چی بود؟ آفرین کنترل فاصله چی فولدرز من به رسید درس در کنام سا در قسمت بخش چی رسید در بخش ویو رسید ویو چه معنا؟ ویو به معنای دیدن نشان دادن یا به معنای منظره چطور؟ مثال من از اینجا برایم همیش فکرتان باشه زمانی که از اینجا من به فولدر آپشن میرین سعی کنین در اینجا اپلای غیر فعال است بعض اوقات کس اسپی شما پرسان میکنه میگه ببینین نحوه تنظیماتی که در این درایف موجود است ببینین چقدر منظم است سیسنه کل فایلاش یک طرف است به شکل لارج اکن قرار گرفته تا آخر اون زمانی که شما ایره تعقیب کنین فایلای پروگرام رو ورده ببینین در یک طرف هستن اگر فایلای پی دی اف میبینین در یک جهت هستن یا یک تنظیمات کار شده برای شما میگم میگه نمید دیگه درایور ما دیگه درایوری که یک نفر در یک کامپیوتر داره ما کل شما میخوایم که بینمی ولات ست شون سیس مشخصات یک درایو بالا یک درایو دیگه بیا چطور ما مثال در درایو سی سگ درایو سی را ما
متوجه باش و اگر از اینجا ممیم در بخش درایو دی درایو دی رو متوجه باش تفاوت داره نه نه خود تفاوت زیاد داره چرا؟ ای به شکل اکسترا لارج ایکن اپلای شده و ای به کدام حالت است؟ به شکل لارج ایکن است ما میخواییم تغییراتی که در درایو سی وارد شده یا بالای درایو دی وارد شده یا بالای درایو چی بیایه؟ دی بیایه و مو اساس پس اینجا مهم در لیست فولدر آپشن ویو اینجا خود چی فعال میکنه؟ اپلای تو فولدرز درایو دی رو بازم اگر حالا فعلا شما چی کنین در کدام حالت است؟ به شکل لارج ایکن است ما میگیم امی تنظیمات را که با درایو سی انجام دیدیم با درایو دی بیایه چی میکنه؟ Apply to folders بالای ازی کلیک کن یه مسیج میده Do you want to all folders of this type match folder view settings چه میگه؟ این تنظیمات فولدر را که میگه شما در داخل درایو سی وارد کردین آیا میخواین که بالای بخش دیگه هم اپلای شوه؟ ای را یس میگم آلی رو اوکی میکنم از اینجا زمانی که ما میبرایم بعد داخل ای را یک دفعه ما شما از کمیتر باید بیرون شویم پس بیم اینجا درایو سیش به میالت است درایو دیش خب Tools, Folder Option, View این حال باز اینجا اپلایش کنیم یک مرتبه اوکی کلوز شو ویندوز کی پلاسی خب به این شکل هم این خب به شکل لارج ایکن است از شکل لارج ایکن اگر به شکل یک لیست اگر به این شکلی را بخواهیم تنظیم کنیم به شکل یک لیست Folder Option باید اپلای کنیم Yes اپلای اوکی نه او تنظیمات رو بالای بخش دیگه هم باید دیده شده یه همین بزر صبر کن خب فهمیده شد بالای ازی درایو اپلای شده یا نه ای درایو در کدام حالت است فعلا نحوه تنظیماتش به شکل لیست است اگر مثال از طریق درایو سی میه سگ درایو سی فعلا به این حالت است ما پس درایو سی را میگیم از این میجه به شکل چی باید گرفته شد به شکل لارج ایکن شکل لارج ایکن زمانی که گرفته شد بیاد لست مشکل نیست که از طریق درایو سی اپلای کنی بیاد درایو دی سگ درایو دی تنظیماتش به این شکل است دلست فولدر آپشنز برو اپلای بگو یک دفعه را کلوز کو ویندوز کی پلاسی به این شکل قرار داره از اینجا پس میایم به شکل لارج آیکن یا اگر اکسترا لارج آیکن هم بگیریم باید خود نشان بده اکسترا لارج آیکن خب یا شکل اکسترا لارج آیکن گرفته شد حالا میایم به درایو دی میخواهیم که تنظیماتش اینجا چی شوه اپلای شوه اپلای تو فولدرز این را یک دفعه رست کنیم انالی رست شد حالا باید زمانی که تغییراتی که از یک درایو بالا یک درایو دیگه میاد باید دیده شوه بیا دلیست فولدر آپشنز ویو اپلای کو لارج اگر بگیریم شن و شکل اکسترا اگر بگیریم شن باید هم دیده شن اپلای هن اینجا فعلا دیده شد دایی در دروی هم باید این حالا سی شد خب نحوه کار از این را فهمیدین ابتدا باید که شما زمانی که اینجا من این کار میکنین در قسمت باید ایره ما شما در ابتدا باید چی کنیم؟ رست فولدرز کنیم ببینین ما این رست فولدر میکنم به کدام حالت آمد؟ به شکل لیست آمد لیست حالت دیفالت از یه است سعی کنین ای دوندانه ای هم به شکل لیست آمد ای هم به کدام شکل آمد؟ ای خب به شکل لارج ایکن است ما میگیم در درایو دی زمانی که می ای یا در درایو ای ای شکل اکسترا لارج ایکن گرفته شده تنظیمات از ای بالای کدام درایو؟ بالای درایو دی سایکو تفاوت داره نیتو درایو یا نه حالا ما میگیم تنظیمات از بالای از او گرفته شوه بیا در قسمت فولدر آپشن ویو اپلای کو یس ای رو اوکی کو اوکی که کردی بیا در درایو دی به شکل بیا در درایو سی به شکل فهمیده شد تنظیماتش تنظیمات شما زمانی که از هر نگاه تنظیمات میکنین ببین فولدر ها کلش منظم است اما یک دلیل داره فایل های اکسل به یک جهت قرار گرفته فایل های ورد به یک جهت دیگه شکل نامنظم اینجا
زمانی که شما ایره میگین سورت کو با اساس چی باید سورت کنه تایپ انمی تایپ شا باز اینجا بیا دلست فولدر آپشن ویو اپلای کو کن باید با او فولدر های دیگه هم از نگاه نحوی تایپ باید چی شوه ایجاد شوه پایین بیا ببین کلش قطار پی دی اف کلش قطار ورد فهمیده شد کارش پس اینجا می کلیک میکنی این دو دانه رو فهمیدین که چی میکنه سایکو always show icon never thumbnails ای چی وظیفه داره متوجه باش به این خوب پکچرها رو حالا فعلا ما هم اگه ما دیده میتونیم یا نه بعضا در اینجا اگر شما بین یا مثلا در این قسم زمانی که من میره با پس از این حالت بیرون میکنم با شکل لارج آیکن میگیرم این تصاویری که مثال به این شکل است فعلا کل از این تصاویر قابل دید است هر کسی رو دیده میتونه ما میگیم نه اینمی تصاویر قابل دید نشه اینی always show icon never thumbnails فال برازه میکنیم اپلای کو اوکی حالا تصاویر برتون دیده میشه نه یک رای چاره برازی وجود دار رایت کلیک کو پریویو کو و اینی حالا دیدش میتونی و ای که خوبتر است که همزمان مستقیم باید دیده شوه با شکل مستقیم زمانی که میخوای دیده شوه بعد اینجا فولدر آپشن پس در ویو برو اینو میره باید چی کنیم غیر فالش کنیم اپلای کو غیر فال کو اپلای اوکی حالا اینا فعلا تصویر دیده میشه یا نه قابل دید است تصویر یا مثال دمای کامپیوتر زمانی که شما میرین این تصویر صحیح است این رو فهمیدین سعی کنه اینجا نشه است always show menu میایم اینجا اینه منو رو خونجا میبینین صحیح است اینه منو دمای کامپیوتر زمانی که ما شما میایم ما این از اینجا پاس میکنم اپلای میکنم اوکی میکنم حالا در اینجا میریم اس منو نیست بازم منو یک دلیل داره میایه چی دلیل در این ملیس آلت خود در قسمت کیبورد خود دیدین در خود کیبورد آن اسکرین کیبورد نمیرم ببینین اگر گرچه که او از او قسمت فعال هم هست اینی بطن آلت خود میبینین آلت پرسکو ببین خدا نشان میتا یا نه سایس آلت خوبتر از پرسکو نمی یا منو باید موجود باشه منو باید موجود باشه خالی رو خود میتود شفا میده وین کیدی یعنی آلوی شما اینا را زمانی که فعال کنم چی وظیفه را اجرا میکنه؟ مینو پاس چی میکنه خود دلیست خدا میره یا نمیره؟ زمانی که فال شما پاس میره خود؟ نه نه پاس همت اگر غیر فال باشه چی میکنی؟ اگر نامه چی میکنی؟ آلتا پرس میکنین خواه؟ فهمیده شد سعی کنین اکثر تنظیمات که مثال در قسمت خود درایو صورت میگیره از اینجا هست خب این نحوه کارشان از قسمت ایدیت هست سعی کنین مثال اندو کات یک فایل ها که از اینجا میتونین کار کنین یا نحوه کارشان که ما شما کار کرده بودیم که نمی فایل ها یا فولدر ها با کدام حالت باید دیده شود از اینجا میتونی کار اجرا کنی اما از اینجا میشه فهمیده شد کارش یا مثال از اینجا میتونی با فولدر آپشن از اینجا دسترسی داشته باشی از طریق کنترل پینل بعض اوقات نباشه از اینجا دیسپلیش کنی خب پس میم اینجا ای رخ فهمیدین میگه دسپلی فایلز آیکن آن دامنلز ای چی وظیفه داره متوجه باش بایی مثال من زمانی که اینجا میام با ریکارد ها فکر کو ای را سایز شایکمه که کمتر میکنیم مثال اینی ریکارد ها این قسمت شارکت هزیر بر شما با شکل ای وی آی نشان میتا یا نه یا مثال زمانی که شما من ای را با ای شکل شارکتشان نشان میتا یا نه شارکت هزیر میبینین اینجا یا نه اگر فکرتان باشه زمانی که فایل با شکل سیو دامنلز میگیره محتویات داخلی فایل که قابل دید از قسمت پروگرام ورد آیکنش هم برامون نشان میده متوجه باشین به با چند مثال کار میکنیم بلانک داکیمنت ایک والا رندی قوش رو کنترل ای کنترل سبتش کو برامون بیاد اینجا سبتش کو در این سوید ستاپ
میگم بچه نام ثبتش کنم به نام وین. وین ایران برازی تک مارک میکنم که محتویات داخلیش قابل چی باشه؟ قابل دید باشه. ایران کلوز میکنم. ایران یکم لارج آیکن میکنم که خوبتر شما ببینین به شکل لارج آیکن. سعی کنین اینی فایل ورد در اینی قسمت فایل پروگرام ورد با چی نام نامیده میشه؟ نه اینی قسمتش با چی نام نامیده میشه اینجا؟ پسوندش نیست. آیکنش هست، لوگویش هست خب؟ توسط از این شناسایی میشه که اینمی آیکن پروگرام ورد است. ببینین اینمی را اگر ما شما از اینجا من پاس میکنیم فولدر آپشنز خوب متوجه باش بایی در ویو زمانی که من دسپلی فایلز آیکن از زمانی که من غیر فعال میکنم اینمی آیکن زمانی که اینجا برات نشان میده در ویدیو زمانی که نشان میده پاس میکنه خدا حال نشان میده اینجا؟ اصلا نیست. یا اگر در یک ویدیو شما مثال میریم لیست ویدیویی که همیجه بود موجود اصلا اینجا فهمیدن وظیفه شد فقط لوگوی یک پروگرام مشخص از یک ویدیو مشخص که اگر فعال باشه نشان میده. ای دیگه چیست؟ دسپلی فایل سایز information and folder types. بعض اوقاته که ما ضرورت نداریم که بالای یک فولدر رایت کلیک کنیم بریم از سایز از او یا از محتویات داخل از او آگاهی پیدا کنیم نمیفهمیم ما. مثال اینجا شما من فکر کن در داخل درایو سی بالای از این فولدر پرمختگ سعی کنیم ما پوینتر ماوس زمانی که میرم ببین اون لیست ببین برات نشان میده در کدام تاریخ ایجاد شده سایزش چقدر است. اینم چی هست خود ازی؟ یک انفورمیشن هست، دسکریپشن هست، فولدر تپس هست. خب یک رای دیگه وجود داره که برو در قسمت پراپرتیش از اینجا هم چک کرده میتونی. چرا اینه تو پوینتر ماز و بالایش نمیری که مستقیم برات نشان بده. اینمی موضوع رو یک نفر میخواه به می شکل نشان نتیشه. پس چی میکنین؟ دسپلی فایلز از انفورمیشن این فولدر تپس غیر فعال میکنیم. اپلای کو. حالا که اگر در هر جا برین مثال داریم اینجا میمیم بان پوینتر ماز سایزش برات نشان میتونه اونجا دید گریت نشان میده سایز نشان نمیده بالا اینو استادی فار شیر نشان میده. وظیفه چی بود؟ وظیفه چی بود؟ آپشن بعدی دسپلی دفول پات display the full path in the title bar. متوجه باشین که در بین قوس یک مسئله رو براتون میگه classic dims only. دمزای ویندوز اکثرا به شکل دمزای کلاسیک است. اگر در ویندوز XP یک نو بکگراند است بکگراند آبی داره یک رنگ آبی است. سعی کنین این چی وظیفه داره. حالا مثال چی کسی میفهمه که من از کجا آمدم به کجا رفتم؟ کسی میفهمه؟ یک آدرس باید باشه در این قسمت بالا که برای من نشان بده. سیس؟ چطور؟ اینی را رایت کلیک کو بعد در قسمت پرسونالایز دمزا با کدام شکل چینج کو کلاسیک اینجا چی نشته است ویندوز کلاسیک بالا ازی کلیک کو دمز چینج میکنه خدا انال سای کو مزید برامدم من در داخل درایو سی این ادم های کمیتر آمدم رفتم در داخل درایو دی در داخل درایو دی رفتم اینمی فولدر پرمختگ که من انتخاب کردم حالا برای من اینجا نشان میده مشخصاتش نشان نمیده. حالا من این مسئله را ببین اینی را اینما فال سازی کردم اپلای کردم اپلای زمانی که من کردم ای را یک کلوز میکنم پس من واضح میکنم که تغییراتش افکت کنه. سعی که اینجا چی نشان شده؟ درایو دی ما خود در دقیقه جا نرفتیم فعلا در درایو دی آمدم. حالا چی نشان شد؟ یعنی در درایو دی بالای فولدر پی آی چی آمدیم من بخشی چی؟ حالا چی نشته شد؟ خواه اگر در قسمت حالا چی نشته شد؟ خواه حالا این خوب برای شما مشخص شد یک نفر که برات میگه درست برش تشریح کرده میدونی که تو در داخل درایو دی در ابتدا آمدی باز بالای فولدر پرمختگ رفتی باز بالای فولدر دی آی تی ریکارد آمدی باز بالای فولدر گروپ پالیسی و هاردویر آمدی اینی مکمل اینی لیست با چی نام است؟ برام فول پات در قسمت پرسونالایز هم کار کرده بودیم تصاویری که می آوردیم این مسئله را شما میگین دیسپلی کمیتر نکنه اینی جبه ایره غیر فعال کن حالا غیر فعال که کنی در بالا برات نشان میده که تو کجا کجا رفتی؟ نه فقط در فولدر که رفتی نام از این فولدر را برات نشان میده.
فقط دادم ز کلاسیک اگری سگ ای را تک مارک بون به از اینجا دم ز کلا پاس کوی دم ز ما پاس می دم زوانا میگیرم اونجا خودش شرط ماده بود در بین قوس کلاسیک دم سان لی سگ نه چی هست ای تک مارک هست بیا اینجا کجاست نشان میده نمیده نشان ای چی هست شو هایدن فایلز ان فولدرز don't show hidden files and folders یک فایل یک فولدر از زمانی که ما میخواییم هاید کنیم چطور هاید میکنین رایت کلیک کنین اینا ببین ما در قسمت را پراپا امی در چیز از امی نام از را رایت کلیک میکنم میرم و تغییر نام میتم به نام 12 اینی فایل را میبرم به ایمیتم رایت کلیک کنم برو در کلوم سا چی گو؟ هاید چی ما نامیتا؟ پنهان کردن مخفی کردن ای را پنهان میگم کو اپلای اوکی پنهان کرد خدا یعنی خب او خدا پنهان کرد حالا اگر کسی از پیش شما سوال کنه کنمو فکر کو چندین دانه فولدر اگر پنهان کرده باشه چی میکنی پس اینه میره دون شو را بگو آپشن دومیش فایلای را که ما هاید کردیم پنهان کردیم نشان بده برام اپلای کو اینجا مده نه چون رنگ از خیر است خب پنهان شده حالا پس یه اصالت پنهان برام چرا رنگش داری کس در پراپرتیش اصالت هایدن باید کشیده شما رایت کلیک کن برو در پراپرتیش شیره چی کن غیر فعال کن فهمیده شده دفش خب هایت امپتی درایوز این در کمپیوتر هایت امپتی درایوز این در کمپیوتر بعض اوقات یک فلش یک چپ زمانی که به کمپیوتر وصل میکنه اطلاعات داخلی دو موجود است یا چرا اطلاعات داخلیش کمیتر نشان نمیده؟ به خاطر که میگه با شکل هاید نشانش بده اینی رو زمانی که غیر فعال میکنی اپلای کنی هر آن چیزی که در داخل فلش باشه مستقیم برات نشانش میده فهمیده شد؟ ای اکثر مواقع با صورت عموم نیست اکثر مواقع به نهایت کم است ای چی هست؟